به شما دوستان و عزیزان سپاسگزاریم که همچنان با کانال ما همراه هستین و برنامه های ما رو دنبال میکنین. بعد از چند ماه اعتراضات که در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی شروع شد و حالا به بحث‌های سیاسی کشید و به تغییر نظام رسید و خلاصه اینکه مردم مثل آتش زیر خاکستر بودن و بالاخره اعتراضات خودشون رو نشون دادن و با کلیت نظام مخالفت کردن و در اعتراض به کلیت نظام وجود کلیت نظام اعتراض کردن، خب به هر حال این حس می شد که دولت به هر حال ممکنه یک تغییراتی در خودش بده، اما جمهوری اسلامی ثابت کرد که واقعا وجودش یعنی نقض فاحش حقوق بشر، یعنی اینکه درست بشون نیست، یعنی اینکه نمیخواد هیچ تغییری کنه، همین جوری داره رو همین روش میره و بدتر از این هم میخواد سر مردم در بیاره. تصویری توی شبکه‌های مجازی وایرال شده از ونی گشت ارشاد در ورودی باغ ارم شیراز که رژیم جهل و جنایت و خون اسلامی از ایدئولوژی، یعنی تو این تصویر رو نشون میده که اصلاً از ایدئولوژی پوشالی خودش حتی یک قدم عقب نمیشینه. این ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه نشون میده در ورودی باغ ارم شیراز فردی از زنان به دلیل رعایت حجاب تشکر میکنه و مانع ورود زنان بدون روسری میشه. خواهرم ضمن خوش آمدگویی به شما، خیلی ممنونم که حجابتون رعایت میکنید. بسیار متشکرم. خیلی خوش آمدید. سلام. خیلی خوش آمدید. ممنونم که حجابتون رعایت کردید. خیلی خوش آمدید. ممنونم که حجابتون رعایت کردید. سپاسگزارم. مرسی. خیلی خوش آمدید. ضمن خوش آمدگویی به شما، سپاسگزارم که حجابتون رعایت میکنید. بسیار خوش آمدید. ممنونم. سلام. یه لحظه بایستید. ببخشید. ورودتون به باغ مستلزم رعایت حجابه. حجاب رعایت کنید. بفرمایید داخل. من متاسفم. ببخشید. تشریف برید بیرون. حجابتون رعایت کنید. من در خدمتتون هستم. بفرمایید. هرم ضمن خوش آمدگویی. ممنونم که حجابتون رعایت کنید. ورودتون به باغ مستلزم رعایت حجابه. با کلا ممنوع. خب تمام. زحمت بکشید بکنید سرتون. خواهرم همچنین شما. آره رو سرت درست ببند. جلو ببند. آره جلو ببند. ممنون میشم. حجاب. ویدیویی داریم از آوازخوانی شهید راه آزادی مؤمن زنده کریمی که در جریان خیزش سراسری مردم ایران توسط اشرار جمهوری شیطانی به قتل رسید. این جوان 19 ساله روز چهارشنبه 11 آبان 1401 در چهارراه گلشن سنندج از فاصله دو متری با سلاح ساچمه توسط نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته و در حین انتقال به بیمارستان توحید متاسفانه در اثر خونریزی شدید جون خودش را از دست داد. هرچی این جمهوری اسلامی میخواد تلاش کنه این انقلاب سرکوب نمیشه، بلکه شعلاش فروزانتر هم میشه. شعلاهای انقلاب ایران اصلا تمومی نداره و تمام جهان رو هم با خودش بیدار میکنه. تجمع هموطنان ساکن دانمارک در حمایت از انقلاب مردم ایران رو داریم و همراه با گرامیداشت شهیدان راه آزادی. در سیستان و بلوچستان زن زندگی آزادی، و بلوچ و آذری آزادی و برابری. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. نوروز و چهارشنبه سوری رو به حرکتی مدنی در سراسر کشور تبدیل کردند. مردم ایران در سراسر جهان
نه محکمی به جمهوری اسلامی گفتند و در عین حال این پیام را در سراسر جهان منتشر کردند که انقلاب زن زندگی آزادی زنده است و تا سرنگونی جمهوری اسلامی از پای نخواهد نشست. دوستان، ما برای آزادی بلند شدیم. ما تا روز پیروزی آزادی کشورمون از چنگال جمهوری شیطانی و اربابانش حتی لحظه سکوت نمی کنیم. ما قدر خونهایی که ریخته شد پایین انقلاب رو می دونیم. حضور امجد امینی، پدر جانفشان راه آزادی مهسا امینی بر مزار فرزندش در سال جدید. نوروزه، خب فصل بهارم هست. خیلی از این جانداران و حیواناتی که پرنده جاندار هر چی که میبینین، اینا خیلی هاشون باردار هستن، حیواناتی که دارن تو محیط زیستی که ما وارد محیط زیست اونا شدیم و میخواییم حالا نوروزمون رو خوش بگذرونیم، متاسفانه خیلی هاشون دارن تلف میشن به خاطر اینکه ما حواسمون نیست، با ماشین بهشون میزنیم، شکارشون میکنیم. این کار نکنین، خیلی هاشون باردار هستن. کما اینکه یه قلاده یوزپلنگ آسیایی بر اثر تصادف یک دستگاه خودرو در جاده میامی به سبزوار در محدوده استان سمنان تلف شده. این حادثه متاسفانه در 110 کیلومتری شاهرود و جاده میامی سبزوار 200 متر مونده به کاروانسرای میاندشت در جاده ترانزیتی تهران مشهد رخ داده. خیلی باعث تأسفه که مردم ما واقعا اصلا رعایت نمی کنن، حواسشون نیست. دوستان لطفاً خواهش میکنم رعایت کنین. الان فصلی هست که همشون حامله هستن. این یوز ایرانی هم، این یوز پلنگ آسیایی هم، این حامله بوده. نمیدونم واقعا باید چی گفت. لطفاً مراقب باشین، لطفاً. از بلندای کوهستان های پوشیده از علفزار گرفته استقامت بودن جانوران به نام گربه‌سانان. تصاویری داریم از ساخت مصلی تهران که 40 ساله شد، همچنان هم ناتمامه. 40 ساله دارن مصلی تهران رو میسازن. چند تا شهر داریم به خودش دیده ها. روند ساخت مصلی تهران از سال 61 آغاز شده. 99 سال 99 اعلام کرده که 80% پروژه تموم شده و تا 1400 هم تموم میشه. جیباتون چقدر مگه جا داره که هی پول از این پروژه ها میخورین؟ حالا ما سال 1204 ببخش سال 1402 هستیم و همچنان ساخت مصلا ناتمامه. مجوز ساخت مصلا به شرط سادگی صادر شد، ولی انگار اصلا دریافت بودجه برای این مصلا هیچ انتهایی نداره. تو اصلا جیب آخوند انتها نداره. میدونی این مشکل سر اینه، جیب آخوند انتها نداره. کافران نیست که خدای تو را نمیپرستد و آداب تو را ندارد، حالا به هر شکل و هر لباسی. کافر اونه که حق پوشه و حق کشه و ظلمه و ظالمه و مغروره، حالا تو هر لباسی که میخواد باشه. سپاسگزارم که مثل همیشه با ما همراه بودین. تا درودی دیگر، بدرود.